اینجا کجاست؟ در مورد یه سورپرایز با حرف زده بودم. اومدیم پیش مامان. حتما دلت براش تنگ شده. اونم شاید وقتی تو رو ببینه یه چیزایی یادش بیاد. بیا گلتو بگیر. دیگه اینجا مداوا میشه. خوش اومدین آقای گیت، مادرتون تو اتاقشه. بسر این کلینیکا یه دنیا پول میخوانه، از کجا آوردی؟ نگران نباشی، آشنا پیدا کردم. زلیخا خانم ببینین پسراتون اومدن. مامان ببین، مامان امیر رو آوردم. چیزی لازم داشتین من بیرونم. ممنون. میریم بیرون؟ یکم بعد میریم، من بیرون منتظرتون میشم زلیخا خانم. مامان جونه چطوری؟ منو یادت میاد؟ من امیرم، پسرت. ببین واسهت کلا بردم، خیلی بوی خوبی دارن. بکن اینا همش واسه تو. هم خوشگلن نه؟ تو هم خوشگلی، ولی تو خوشگلترینی مادر. من شما رو نمیشناسم. اسما، اسما بیا دخترم، میخوام برم بیرون. باشه باشه، بریم بریم بیرون. دیگه غریبه ها رو پیش من نفرستی یا؟ باشه زلیخا خانم، نگران نباشی. نگران نباش، مرتب با دکترش حرف میزنم، میگه خوب میشه، مثل قبل میشه. مامان نمیخواد خوب بشه گیت. میدونی مامان نمیخواد به زمانی برگرده که همه ی رویاهاش و بابا رو از دست داد، چون این خاطرات اذیتش میکنه. ببین، بابا رو نمیتونیم بهش برگردونیم، اما بقیه رویاهاشو بهش برمیگردونیم، باور کن. بابا، وقتی اونایی که ما رو به این حال روز انداختن از دنیا اومدنشون پشیمون کردن، میام و اینو ازت میگیرم. تا اون موقع برام نگهش دار. بابا جونم، اگه اینجا بودی میدونم که بیگیت میگفتی پسرم دیگه قدمی بر نداره که بخواد کسی رو ناراحت کنه. من نمیدونم بدون تو چطوری با این زندگی دست و پنجه نرم کنم. اگه اینجا بودی به هم چی میگفتی؟ چه نصیحتی به هم میکردی؟
الو بگید، در مورد خرید اون مغازه خبرایی هست. اگه کاری نداری یه سر بیا تعمیرگاه. امیر خوش اومدی. ممنونم. خوبی؟ آره خوبم، برگشتم دیگه. محلمون همونطوریه که بود. تو چطوری؟ منم خوبم، کار پیدا کردم. چه خوب، چه کاری؟ دیدم اصلا نمیتونم کار مدیریتی پیدا کنم، گفتم با ژست گرفتم پول در بیارم. یه سریال بازی میکنم، نقش یه ندیمه رو دارم. پول بعدی هم نمیدن، خوشم میگذره. خوبه تبریک میگم. من دارم پرحرفی میکنم، تو هم خسته به نظر میرسی. نه چیز مهمی نیست. مزاحمت نمیشم، بعدم میبینمت. خوشحالم برگشتی. ممنونم. خوش اومدی. آره خوش اومدم، ولی اونایی که امروز اومدن زیاد خوش اومدی نداشتن. چند دقیقه پیش دیدمش، این پسر داغونه. سیبل، تو امیر از هم جدا شدی؟ دریا چه امیری، چه جدا شدنی؟ ای بابا، هنوز داری پنهان میکنی سیبل؟ دیگه دارم ناراحت میشم. ما مثلا دوستیم، فکر کردی که چی؟ بین ماها چیزی پنهان نمیمونه، همه از نگاتون میفهمن یه چیزی بینتون هست. ای خدا، مامانم فهمیده. حالا کی فهمیده کی نفهمیده اصلا مهم نیست، ولی خواهش میکنم جریانو با جزئیات بهم بگو. ببین دریا، بین من و امیر هیچی نیست. سیبل، یعنی دیگه نیست. ها، نکنه شنیده با برا حرف میزنی؟ دختر جون، تو نشستی با دوربین جلوی خونه ما را دید میزنی، مگه فضولی؟ بابا چرا باید نگاه کنم؟ فقط آدم دقیقی هستم، همین. در ضمن آقا با ماشین شیکش مرتب میاد اینجا، تو روزنامه همیشه عکسش هست، یعنی همه میدونن این آقا کیه. من و امیر نتونستیم حرف بزنیم، یعنی قبل از حرف زدنمون من و برا رو امروز دید. اگه از من میشنید بهتر بود، اینطوری خیلی بد شد. نه، اگه بخوای آدمای خوبو بشماری از انگشتای یه دستم کمترن. اینجور اتفاقام همیشه سر آدمای خوب میاد. امیر خیلی حیفه. دریا، تو اومدی عذاب وجدانمو بیشتر کنی؟ بعد میگی چرا رابطتو با امیر بهم نمیگی؟ خب به خاطر همین چیزا دیگه. نه عزیزم، من سرزنشت نمیکنم، اما به نظرم باهاش حرف بزن. حرف میزنم، اما اصلا نمیدونم به حرفم گوش کنه یا اینکه چه فکری بکنه. خب اینجا چیز غیر قابل درکی نیست، یکی پول داره اون یکی نه. دریا دریا خب واسه این که بخندی گفتم. دیوانه. خب کاریه که شده دیگه. سب کن بابا، بیا ببینم. بیا نفرم. امیر. کبرا، خوش اومدی. ممنونه. چه خبر؟ خبری نیست، از اینکه برگشتی خوشحالم. ممنونم. ایگیت هم حتما خیلی خوشحال شده، خیلی عجیبه. چطور از روز اول تنهات گذاشته؟ نه، با هم بودیم بیمارستان، قبرستون رفتیم دیدن پدر مادرمون. خب آسون نیست، اونم خواست یکم تنها بشه. تو چطوری؟ وضع احوالت رو براهه؟ آره، همه چی رو به راهه. خوبه که برگشتی، دیگه با ایگیت با هم هستین، برای اونم خیلی خوب میشه. ببینم تو خیلی خوشحالی، چشات برق میزنه، خبریه؟ نه بابا، چیزه، میدونی؟ باشه دیگه بیشتر از این خجالتت نمیدم. هر کی از مرد خوششانسیه. بگذاریم، بعدن میبینم ایت. خداحافظ. من به خاطر ایگیت جلوی همه دوستان وایستادم، ولی ایگیت از من به برادرش چیزی نگفته. ای بابا، از بیمارستان به قبرستون رفتن، خب مگه وقتی هم بوده که بگه؟ در واقع فکر بدی نیست،
چرا رئیست میخواد اینجا رو بفروشه؟ با داداشش میخوان شریکی یه کار جدید را بندازن. گفت باهاتون کنار میان. به نظر من که اینجا عالیه، بین مردم هم شناخته شده است. میتونیم اینجا یه مغازه خوب را بندازیم. آره اینجا خوبه. بس با رئیست در مورد قیمت صحبت کنیم. در واقع بدون فکر کردن به پولش باید سریعتر مشغول به کار شیم. داداش یکم صبر کنیم بابا، چه عجله‌ای داری؟ آخه امیر برگشته، شک کرده، همش سوال پیچم میکنه. ولی اون که از هیچی خبر نداره. الان خبر نداره، اما فکر کن فردا پس فرداست که دیگه شروع کنه به پرسجو کردن و سوال از این و اون پرسیدن. فوراً باید مشغول به کار بشیم که هدف اصلیمون رو بپوشونه. اینم درسته. واسه همینم شما دو تا همین الان با رئیستون حرف میزنین. باش. ما ردیفش میکنیم. نگران نباش داداش. خوبه. خیلی خوبه. امیر ما تو شرایطی آشنا شدیم که جفتمون نیاز به همدم داشتیم، بدون اینکه به چیزی فکر کنیم به هم نزدیک شدیم. بعد من با خودم گفتم نکنه هر دومون آمادگی این ارتباطو نداشتیم. ها؟ یعنی در واقع شرایط این پسر بورا همونیه که باهاش شام کاری خوردی؟ صبح هم احتمالاً از صبحونه کاری برمیگشتی نه؟ ببین نخواستم پای تلفن ناراحتت کنم، دور بودی، هزار تا مشکل داشتی، خواستم رو در رو بهت بگم. خیلی لطف کردی. ما واقعا عجله کردیم سیبل. میدونی ما اصلا مناسب همدیگه نیستیم. آره اینطوریه. فکر کنم انتظارات متفاوتی از زندگی داری. اصلا خودتو خسته نکن، من همین چیه فهمیدم. کبرا بابا تو اینجا چه کار میکنی؟ چیزه، من تو خونه یکم کیک درست کردم، آوردم برای ایگی تو امیر، وظیفه همسایگیمون بود. یه بار دیگه من تو رو اینجا ببینم همینجا چالت میکنم، فهمیدی کبرا؟ واسه من کیک درست کرده، زود باش را بیافت. کیک پخته، دیگه اونجا نبینمت. تو خجالت نمیکشی؟ خونه یه مرد غریبه چی کار داری؟ بابا من که نمیخواستم برم بالا، گفتم یه ذره کیک درست کردم بهشون میدم و زود برمیگردم. اونی که منو زخمی کرد دختر، کم مونده بود بمیرم. حالا براش کیکم میبره، اینقدر بی حیا نباش. ببین اون موقع ایگیت خیلی ناراحت بود، باباش تازه مرده بود، اوضاع خوبی هم نداشتن. تو بزرگی کن و ببخشش. تو داری طرفداری اون سگو میکنی؟ نه من فقط میگم ببین پدرشون مرده، تنها موندن. خودت میگفتی اونا همشهری ما به حساب میان، در ضمن شمام که الان با هم کار میکنین. تو با ایگیت حرف زدی؟ نه من با ایگیت حرف نزدم، چیزو میگم. شما برای جواهرای مغازه بهش کمک کرده بودین دیگه، مگه نکرده بودین؟ کبرو ببین صبرمو لبریز نکن، این سگه ولگارد از زیر سنگ پیداش میشه. تو خونه من اسم اون عوضی رو نمیبری، فهمیدی؟ وگرنه زبونتو میبرم.
چته؟ چیزیم نیست، فقط یکم خستم، میرم بخوابم. آه وایسا، تو که میخواستی بری بیرون؟ بیا دوتا برادر یکم با هم درد و دل کنیم. بیا واقعا انقدر راحته؟ یکی دیگه پیش نهاد خان کار میکنه، هرچی میگم این یارو از جلوشش هم دور باشه مرتب سر رام سبز میشه، حتی دختر خودم جلو روم طرفداریشو میکنه. بزمچه در از 3 روز همه رو جذب کرده. آروم باش، تو با تجربه ای. ایگیت خیلی جوونه، نهاد خان جای تو رو به اون نمیده. تو چی میدونی بابا؟ مگه به این راحتی هاست؟ من کیم اون کیه؟ از قصد میکنه همدان سر رام سبز میشه، میدونم، ولی همین روزه حسابشو میرسم. چه نقشه ای داری؟ میبینه یه بلایی سرش بیارم. میدونی داستان چیه؟ بذار برای تعریف کنم. ما به عنوان یه انسان چی کار میکنیم؟ سر پا وای میستیم، راه میریم، از جایی به جای دیگه میریم، ولی چطوری؟ چون پاهامون رو زمینه. آره فقط پاهامون محکم رو زمینه. آره رو زمینه. خب فکر کن زمین از زیر پات کشیده بشه، اگه میفتی زمین بعد چونی هم میفتی. حالا از اونا که بگذاریم، تو به عنوان انسان به چی نیاز داری؟ به نفس کشیدن مگه نه؟ فرض کن اکسیژنی نیست، تو میخوای نفس بکشی و سعی میکنی ولی هوا نیست، چی میشه ایگیت؟ خفه میشی بگی نه؟ خفه میشی. یه مرد بعد از یه استکان که میخوره درد دلش وا میشه، تو بعد از سومین استکانت هنوز اول راهی. این اول آخر داره داداش من، برس به آخرش. دردت چیه؟ عاشق کی شدی؟ بگو دیگه. من به تو از عشقم نگفتم، ببینم همچین حرفی زدم. ای بابا امیر بگو دیگه، چرا میترسی؟ بگو عاشق کی شدی دیگه. کی بودنش مهم نیست. اون ترکم کرد. چی؟ ترکت کرد؟ ای بی شرف، داداش کی تو رو ترک کرده؟ ها؟ اسمشو بگو فوری پیداش کنی. اون اکسیژنم بود، حتی از دور دیدنشم باعث میشد بتونم سختی ها رو تحمل کنم. میدونی همه چی رو. الان زنده است؟ اما تموم شد، تموم شد، تموم شد. دقیقا تموم شد بابا، یه نگاه به خودت بنداز، همه چی تمومی، تحصیلاتت هم تموم کردی، تو دیگه یه وکیلی، وکیلی. نه بعدشم تو به کی نیاز داری؟ به هیچ کس، فقط من و تو این، تموم شد، همینه. سورسین سمس گل درسین گلمس، بو اجو بیتمس چارسیزم چارسیز. دن gelir arkasından koşarsın bekledersin bir kere dönüp bakmaz çaresizim çaresiz. Bir gün gelir aşk biter insafsızca terk eder bütün bunların ardından sadece gözyaşı çaresizim çaresiz. Ne yapsam bilmem ki arkasından gitsem mi sonunda ayrılık var çaresizim çaresiz. Bir gün gelir aşk biter insafsızca terk eder bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır.
dersin gelmez. Bu acı bitmez, çaresizim, çaresiz. Bir zamanlar ne mutluyduk, gelecekten umutluyduk. Gittin her taraf sessiz, çaresizim, çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. Yek hafte bak. خیلی وقت هم دیگر رو ندیدیم. یه هفته ای میشه. انگار سرت خیلی شلوغه. مشغول باز کردن مغازه هستیم. فردا افتتاحی است. برام آرزوی خوششانسی کن. من به تو اعتماد دارم. مثل روز برام روشنه که موفق میشی. ایگیت؟ مطمئنی که رابطت با بابام کاملا درست میشه؟ با هم کار میکنین دیگه مگه نه؟ باز پشت سرم حرفی میزنه؟ نه، واسه این نپرسیدن. کبرا به پدرت در مورد همکاری من آقا نهاد چیزی نگو. باشه. به هیچ کس چیزی نگو. نمیخوام به گوش امیر برسه. معلومه که اونم چندان خوشش نمیاد که با پدرت کار کنم. نه تو نگران نباش، من به کسی چیزی نمیگم. تنها چیزی که میخوام اینه که میونه تو و بابام خوب بشه، فقط همین. کبرا اگه بخوای من قدمی بردارم بر میدارم، اما جریان من و پدرت چیزی نیست که در عرض 3-4 روز حل بشه. زمان درستش میکنه، به من اعتماد کن. خیلی خوب دیگه ایگه، زودتر از اینجا برو، الان یکی میاد. با چشمای خودت دیدی؟ باور نمی کردی؟ دیدی چه مغازه‌ای باز کردی؟ آفرین به تو، بهت افتخار میکنم درش. کاش پدر مادرمونم بودن. ای کاش. آخش، بالاخره تموم شد. البته که تموم شد. از این به بعد دیگه آقای خودمون هستیم. پسرین چه رئیسیه که اینقدر زیاد کار میکنه؟ یه هفته تموم برای رسوندن کار اینجا شب و روز نخوابیدیم. این چی کار میکنه؟ این چیه پسر؟ داداش یه جای افتتاحیه بود از اونجا برداشتن. مگه افتتاحیه بدون گل میشه؟ پسر یه خل، آی نور کیه بابا؟ بگیر بنداز اونجا ببینم. واسمون دردسر درست میکنی؟ ولی فکرش کار میکنه. من که کیف کردم. اما خیلی قشنگ شده نه؟ بگذاریم. چه خبر میتی؟ خوبم، تو چه خبر؟ چی کار میکنی پسر؟ برگشتی استانبول؟ آره بابا برگشتم. تو چی کار کردی؟ آتل پاتو باز کردی؟ آره درشو بردم، 2 روز پیش. الانم با بابام داریم پیاده روی میکنیم. ببین چی میگم، یکم به خودم بیام، بعد همدیگر میبینیم، باشه؟ سر فرصت با هم نهار بخوریم. شنیدی؟ بابا میخواد وارد جمعمون بشه. آره پسر شنیدم، بهشون خیلی سلام برسون. البته که هم دیگر میبینیم، چرا که نداداش. بعدم میبینم ایت. ایگیت مغازشو افتتاح کرد، حالا دیگه آقای خودش شده. وای، پس یه بزرگ مرد وارد دنیای کار شد. فکر کنم من در مورد ایگیت پیش هیچ کدومتون حرف نزنم بهتر باشه.
فقط یه جمله گفتم و ببین قیافشو چطوری میکنه. دریام دیگه با هم حرف نمیزنه. خیلی ناراحت شدم. ببین عزیزم، ما فقط میخواستیم تو حواست بیشتر جمع باشه، لطفاً. مامانم رفته بود بازار، اما انگار کلیدشو یادش رفته. الان میام. چه خبر؟ خوبم، داشتیم چای میخوردیم. بیا. تنهایی؟ آره، مامانم نیست. بودو بیا بالا. خیلی بدجنسی سیبل، تو که گفتی کسی نیست. ای بابا، مگه کبرا غریبه است؟ احمق نشو دریا، بشین. بگذاریم، شما باشین، من میرم. دریا بیا تو بشین. حالا که نمیخوای با من حرف بزنی، من میرم. ای بابا بس دیگه، یعنی چی مثل بچه ها قهر میکنین؟ دریا تو بشین اینجا، تو هم بشین اینجا. کبرا سنگاتونو وا بکنین تموم شه بره. بچه بازی ها چیه؟ ببخشید، اما چی رو حل میکنیم سیبل؟ مگه حرف من خریداری هم داره؟ ای بابا دخترو، شما ها منو درک نمیکنین. من حرف خودم پیش خودم هم خریدار نداره. من اولین باره که به صدای قلبم گوش میدم. در ضمن ایگیت خیلی عوض شده، به خدا واقعا دوستم داره. تو چه فاصله ای عوض شده کبرا؟ چند وقت؟ واقعا باور میکنی این پسر دوستت داره؟ شما چرا باور نمیکنین کسی بتونه واقعا منو دوست داشته باشه؟ ها؟ مگه نمیشه سیبل؟ من لیاقتشو ندارم؟ برای اینکه تو لایق بهتر از اینایی داریم، اینو بهت میفهمونیم کبرا. دقیقا همینطوره عزیزم، مشکل تو نیستی، مشکل ایگیته. اون پسره نمیتونه عاشق بشه. باشه، اون نمیتونه، پس کی میتونه سیبل؟ مثلا تو؟ مگه وقتی اون پسر پول داره رو دیدی، تو همون لحظه امیر رو ول نکردی و رفتی؟ یکم عاقل باش کبرا، در ذهن چه ربطی به امیر تو رو خدا اینقدر انکار نکن. مگه فقط خودتی که میفهمی؟ میدونیم بین تو و امیر یه چیزایی بوده، اما تو حتی برای احساساتش هم ارزش قائل نشدی. تو چی دریا؟ به تو چی باید گفت؟ افتادی دنبال ایگیت، اما به خاطرش نجنگیدی. گفتی کسی که منو نخواد من ولش میکنم و میرم کنار. حالا شما دوتا نشستین روبرو ما، برام از عشق سخنرانی میکنین؟ صبر کن ببینم کبرا خانم، اینجا کسی واسه تو از عشق سخنرانی نمیکنه. ما به خاطر خوبی و صلاحت حرف میزنیم. ما تازه با هم آشنا شدیم. درسته، شما دوستای منین، برای همین تا امروز هرچی گفتین گوش کردم. پنهون کاریاتونم به روتون نیاوردم. هر اتفاقی هم که افتاد هیچ کدومتون رو تا امروز سرزنش نکردم. اولین باره که تو عمرم انقدر خوشحالم، ولی شما دارین رفیق نیمه راه هم میشین. اگه درک شما از عشق دوست داشتن فقط همین قدره، پس من میرم. خدافظ. خب امروی ما هم بد نیست، مگه نه؟ آره خوبه، کارش درسته، پولم میبره. امیدوارم پولی که میگیره از راه درست اومده باشه. دیگه اون کارا رو نمی کنیم، بهت گفته بودم مغازمون هم زدیم. حالا کم یا زیاد پول میره تو جیبمون، تو راحت باش. ایشالا که همینطوره. هی ببین منو، بین تو و کبرا که چیزی نیست، مگه نه؟ ای ناقله، از کجا فهمیدی؟ اینقدر تابلوه؟ پسر تو چرا رفتی سمت این دختر؟ نگو که عاشق شدم چون باور نمی کنم. نکنه میخوای کارهای پدرشو سر این دختر تلافی کنی؟ راستش پدرش واسه من مهم نیست، دختر مهمه. خود دخترم بد تیکه نیست، عشق و عاشقی حرفای گنده ایه. حالا یه چند وقتی با هم خوشیم، قرار نیست که عروسی کنیم.
بیا عزیزم. ممنون. چه خبرته؟ معده اضافی داری؟ دلما رو پشت سر هم میخوری؟ چی کار کنن توی یخچال دیگه غیر از اینا چیز دیگه ای پیدا نکردم. همینو پیدا کردم. حرفای کبرا رو شنیدی؟ دوباره رفتی تو فاز احساسات؟ البته بی ربطم نگفت. ای بابا ولش کن، اونم آب زیر کاه از آب در اومد. کبرا رو دیدی؟ فقط یه چیزی بهت بگم، اینا 3 ماه اومدن تو این محله، 3 تا دختر افتادیم به جون هم به خاطر 2 تا مرد. بهتره منو قاطی نکنی چون من با این جریان ارتباطی ندارم. منظورت اینه که دوروبر مرد پولدار میگردی؟ خب چی کار کنم؟ تو هم برو از تو سریالات یکی رو پیدا کن، اونجا کلی آدم خوشتیپ رسه. از کجا پیدا کنم بابا؟ تو حرمسرا کار میکنم، یه دونه مردم اونجا نیست. فقط یه پادشاه هست که ظاهراً هر 5 قسمت یه بار میبینمش. چه میدونم، شاید ما اشتباه میکنیم، شاید اگه تو رابطش با کبرا واقعاً رو راست باشه. اصلا فکر نمیکنم. اگه دختر خوشگل نبود حتما تو این ماجرا دنبال یه سوینیت میگشتم، اما نه، دختر خیلی خوشگل. آره آره، تازه من خوشحال میشم پسر. خیلی خوبه یه رابطه درست حسابی داشته باشی، یعنی بتونی به زندگی نظم بدی. چی از این بهتر؟ هنوز زوده، باباش بمیره بعد. کبرا تو رو آدم میکنه. خب کارهای تو چطور میشه؟ خبری هست یا همچنان باید تو رو اینطوری ببینیم؟ ها دوشنبه که برگه کارآموزیم رو بگیرم میرم یه سری میزنم، حتما بهم پیشنهاد میدن که ادامه بدم، اما هنوز نمیدونم، ببینیم چی میشه. خودتو دست کم نگیر، زندگی یکم سخته. نظر در مورد پیشنهادم چیه؟ من قبلنم گفتم که به شما خیلی مدیونم، چطور میتونم بهتون نبگم؟ پس بگیم به سلامتی. مبارک بشه. ببینم چی کار میکنی. اینا نگاش کن، جستشو ببین. نباس به حرفش کس گوش میکردم، باید میکشونمش دادگاه تا بیچارش میکردم. بابا برای چه اینقدر عصبانی میشی؟ ببین همه رفتن سر کار و زندگی خودشون، اون جریانه دیگه تموم شده. تموم شدنی در کار نیست، تنها فکر و ذکرش اینه که برام درد سر درست کنه. چطور طرف داری اون آسمون جلو پیش من میکنی؟ تازه چیزایی است که خبر نداری، البته بدونی هم عقلت بهش خط نمیده. هر چه دیدیش رو تو برمیگردونی، چش تو چش نمیشی. شیرفم شد؟ من تیکه میرم. پسر این چه قیافه ایه؟ واسه قصه خوردن اومدیم اینجا؟ یکم بخن عجبا. مگه چی شده؟ پسر نکنه تو دختره جدا شدی؟ باید نیست که به همین زودی دختری که عاشقش بودم رو کاور مجله ها کناری بچه پولدار ببینم. و از طرف از ما زاره؟ باشه من متلک نمیپرونم، تو راحت تعریف کن. خب یارو کی هست؟ حتما من میشناسمش، بگو کیه بدونم. براتونالی. براتونالی؟ براتونالی امیر یه نگاهی بنداز ببینیم براتونالی همین یاروه که سر اون میز نشسته؟ خب ما پاشیم میریم یه جای دیگه. ها چرا؟ من این غذای خوشمزه رو ولی میکنم برم یه جای دیگه. خب پس من فوراً حرف عوض کنم. تو تحصیلات داره تموم میشه دیگه نه؟ درست کردم؟ آره تموم شد. آه عالی، خیلی خوشحال شدم. واسه مجوزم یه سر به کانون زدم. خوبه. ماما یکم دیگه از این بخور. بسه دخترم، کافیه. هیچ فایده ایم نداره، گلوم پر زنجبیل شد.
یکم بخوابی استراحت کنی بهتر میشی مامان. ولی نمیخوابی که. میخوای بهت قرص خواب بدم مامان؟ بده دخترم بده، وگرنه تا صبح از سرفه خفه میشم. جای خیلی قشنگیه. فکر کنم دوشنبه ها اینجا خیلی شلوغ تر باشه، یعنی دور و برمون آدم های با کلاس سری میشه. میدونی هر کسی اینجا راه نمیدن. سیبل همین الان باید بریم. چی؟ بابام اینجاست. سیبل همین الان باید بریم. آخه چرا باید بریم؟ عجب آمگه بچه ای؟ انگار با دختر فراری موچه تو گرفتم. لازم نیست بزرگش کنی، فقط نمیخوام پدرم تو زندگیم دخالت کنه. سیبل خواهش میکنم با هم بحث نکن. میریم همون جایی که چند شب پیش رفتیم، تو که غذاشو خیلی دوست داشتی، موزیکش هم خوبه. نه من هیچ جایی نمیخوام برم، الان به اندازه کافی دیگه سیر شدم. میشه پالتومو بیارین لطفا؟ سیبل چرا داری بزرگش میکنی؟ فقط نمیخوام پدرم جیکوپی که زندگیمو بدونه. نه من درک میکنم جونم، چون من یه مدلم، برای همین منو لایق تو نمیدونه. اشتباه نکن، فقط نمیخوام با پدرم در این مورد حرف بزنم، همین. آره آره درسته، در مورد هر دختر ناشایستی که کنارت میبینه نمیتونه با تو بحث کنه، براش قابل درک نیست. ظاهراً چندان شب خوشی رو نمیگذرونن. دیگه نه یا لعنتی، کمک میخوای؟ نه خیر لازم نکرده، تو به کار خودت برس. کلید نداری؟ مامانت هم خوابیده، بخوای میتونی خونه ما بمونی. گفتم امیر اومده، شاید یکم خودتو جمع جور کنی. بستش من که مشکلی ندارم، داداشم امیر این روزا به هم ریخته است، از یه دختر جدا شده، صبح و شبش یکی شده، اصلا نمیبینمش. خلاصه خونه ما برای پذیراییت آماده است، میتونم مهمونت کنم. یعنی امیر به این نگفته؟ جلو در اتاقم چی کار داری؟ بخواب بابا، چی کار دارم؟
صبح مثل این زنای بلگرد از خونه میزنی بیرون، معلومم نیست کجا داری میری، ما خودمون رو شوک میکنیم. چرا چرت و پرت میگی مرد گنده؟ تو چی میدونی که اظهار نظر میکنی؟ با پول من میری میخوری، کوف بخور بمیر. باید بیشتر از اینا پول در بیاری، فهمیدی؟ وگرنه میدونم با چی کار کنم. سلام. سلام بابا. چطوری؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ جلسه تموم شد، گفتیم یه دلی از ازو در بیاریم. وکیلام هستن، گروه مشاورم. خب تو چی کار کردی؟ درس تموم شد؟ بله تموم شد. امروز برای مجوز یه سر به کانون زدم. خیلی خوبه، یه سرم به من بزن، میخوام با هم یه صحبتی بکنیم، باشه؟ تنها چه صحبتی با دوست من داری؟ خدا رو چه دیدی، شاید بهش پیشنهاد کار دادم. ازتون ممنونم، فقط من با آقای اورهان قول دادم اینجوری بهشون بی احترامی میشه. ظاهرم با تو خیلی کار داریم همکار عزیز، باش قرارداد بستی؟ هرچن قراردادم داشته باشه فرقی نمیکنه. قرارداد نبستم، بالاخره حرف که زدیم. حال دیگه، عالیه. هر وقت خواستی یه سر بهم بزن، یه وقت دیدی از پیشنهاد من بیشتر خوشت اومد. خب دیگه نوش جونتون باشه. ممنونم. بابامو دار و دستش، اینا ترسناکترین وکلای کشورن. گناهکارو از بالای چوبه دار میکشن پایین، از همون تناب شاکی و آویزون میکنن. دقیقا چطوری میشه؟ بی خیال، ندونی بهتره. بگذاریم.